چشم‌انداز تحولات ایران در سال 1395، ایران در سال 1395 در انتظار چه حوادثی است؟ آیا اقتصاد بحران زده میتواند روزهای خوشی را تجربه کند و یا اینکه کابوس سقوط بهای نفت چنین امیدی را از این چشم‌انداز دور خواهد کرد؟ و از همه مهمتر، دولت روحانی با مجلس جدید و با رهبری که مخالفت خود را با روند جاری پنهان نمی‌کند چگونه به مصالحه خواهد رسید؟ اما خبرهایی که تا این لحظه مورد ارزیابی ناظران قرار گرفتند، آیت الله خامنه ای رهبر ایران در مشهد گفت اقدام در اقتصاد مقاومتی مقابل دوگانه کاذب تسلیم یا تحریم است، اما حسن روحانی گفت سیاست دولت کاهش پایدار نرخ تورم است. محسن رضایی در آخرین اظهار نظرش گفته دولت‌ها نمیتونن مشکل اقتصادی رو حل کنن، کل اقتصاد رو به سپاه و بسیج واگذار کنی تا حل بشه. و معاون اول رئیس جمهوری هم امروز از تکنرخی شدن ارز در سال جدید خبر داد. سه‌شنبه سوم فروردین 22 مارس، مسعود سفیری هستم، میزبان شما در برنامه افق نو بخش فارسی صدای آمریکا. مهمانان امروز افقونه آقای دکتر ناصر زرفشان، وکیل دادگستری و عضو کانون نویسندگان ایران که از تهران همراه ما هستند، و آقای شهیر شهید سالس، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی که در استودیو همراه ما هستند. با سلام به هر دو مهمان برنامه. آقای دکتر زرفشان، بفرمایید سال 95 رو چگونه ارزیابی می‌کنید؟ در چه حوزه‌هایی فکر می‌کنید که تنش بیشتر باشه؟ در چه حوزه‌هایی امید بیشتر باشه؟ من پیش خیش به مناسبت فراحشیان بهار، سال نو و نوروز ابتدا خدمت شما و خدمت همه این کسانی که از طریق شما صدای من رو میشنوند سال نو رو شاد باش عرض میکنم و امیدوارم که برخلاف آنچه که برخلاف های ذهنم هست با توجه به آنچه که میدانم شناختم و پیشبینی میتونم بکنم، امیدوارم سال نو سال بهتری باشه، سال تندرستی و شادی برای همه هم مهمانان. پیش از ورود به اصل بحث، یک نکته رو باید روشن کنم. اقتصاد یک نظام عینیه که بر عناصری مثل کار ملی، سطح تخصص ملی کار ملی در مقایسه با دانش و تکنولوژی روز جهان، بالاترین سطح دانش و تکنولوژی جهان، میزان انباشت سرمایه ملی و شکل مالکیت این سرمایه انباشته، وضعیت جمعیت و نرخ رشد این جمعیت، درجه برخورداری یک کشور از منابع طبیعی و ثروت‌های روی زمین و زیر زمین، اوضاع و احوال طبیعی و جغرافیایی، منابع طبیعی یک کشور و عواملی از این قبیل بستگی داره. همه این عوامل عینی هست، یعنی هیچ کدوم رو نمیشه یک شبه به دست آورد و نه هیچ کدوم یک شبه از بین میره. بازده این نظام هم، یعنی در کلی ترین بیان سطح عمومی رفاه و رونق جامعه هم، ثروت های اقتصادی که تولید میشه، درآمد و برخورداری ها هم تابع کم و کیف همین عوامل. این رو عرض کردم برای اینکه بگم با موضع گیری های سیاسی صرف شرایط اقتصادی دگرگون نمیشه. مسئله اقتصادی را حل سیاسی نداره. با دستور و عمل و بخشنامه و باید و این کارا بکنیم و اون کارا بکنیم و به دست این نیرو بدیم، به دست اون نیرو بدیم، درست میکنه، این درست میکنه، اون درست میکنه، نگاه غیر اقتصادی است. ما در سالهای اخیر شاهد استفاده سیاسی تبلیغاتی از مطالبات اقتصادی مردم به کرات توی مجادلات سیاسی بودیم. یادم هست تو انتخابات ریاست جمهوری سال 88 ضریب جینی یکی از مسائلی بود که مرتب مورد بحث کاندیداهای انتخاباتی بود. من اطمینان دارم اگر از خود اون کاندیداها میپرسیدن خب ضریب جینی چیه، هیچ توضیحی نداشتن. داره
آقای دکتر زرافشان اجازه بدین که بعد میگردیم به این بحث، به دلیل اینکه بحث بسیار مهمی رو شما آغاز کردین. آقای شهیر سالس، یک بحثی که مطرحه اینه که امسال یک سال بسیار مهم از این نظر که دولت آماده خواهد شد برای انتخابات ریاست جمهوری سال بعد، مجلس جدید خواهد بود، مجلس خبرگان رهبری جدید خواهد بود، صحبت از برجام داخلی میشه، رهبر مخالفشه. فکر میکنید که فضای سیاسی چقدر آماده همکاری برای برداشتن قدم‌های مثبته؟ بین این همه جناح ها ببینید، به نظر من این اختلافی که بین دو جناح هستش، اگه شما برگردین از زمان فوت آیت الله خمینی، این اختلاف نظر خودشون نشون داد. بدون هیچ گونه تعارفی باید گفتش که این اختلاف نظر بین دو شخصیت تو ایران هستش، بین آقای هاشمی و آقای خامنه‌ای. آقای خامنه‌ای معتقد هستش که امریکا و رابطه با امریکا باعث برهم خوردن پایه‌های ایدئولوژیک سیستم میشه و سیستم به مخاطره میاندازه. آقای هاشمی معتقده که ما باید با دنیا تعامل داشته باشیم، از جمله با امریکا، تا اگر بخوایم روند انقلاب ادامه پیدا بکنه. اتفاقی که الان افتاد و یک مرتبه شاید باعث شد که آقای خامنه‌ای این سخنرانی تند رو که مستقیما معلوم بود مخاطبش آقای روحانی هستش، که آقای روحانی زیر مجموعه فکری آقای هاشمی هست، ایراد بکنن، اتفاقاتی بودش که در انتخابات افتاد. توی این انتخابات اخیر ما میدونیم که تمام اصولگراها تو تهران حذف شدن. آقای محمد یزدی و آقای مصباح یزدی که از بزرگان و اعاظم به اصطلاح علمای ایران هستن حذف شدن. آقای جنتی به قول معروف ناپلئونی قبول شدن و در مجموع یک اتفاق ناگواری هم که شاید از دید جناح مخالف افتاد، رأی بی سابقه ای بودش که آقای هاشمی آورد، 2,300,000 تا توی مجلس خبرگان، که نشون داد که ایشون یه پایگاه خیلی قوی داره. به نظر من این موضع گیری آقای خامنه‌ای یک پیامی بود به داخل و یک پیامی بود شاید هم مهمتر به خارج، که همونجور که خودشون تو سخنرانی گفتن، هنوز خصومت با آمریکا قطع نشده، تموم نشده. آمریکا با ریشه انقلاب مخالفه و این خصومت ادامه داره. عین جملهشون هم این بود که ما تعارف نداریم، وقتی میگیم دشمن آمریکاست. حالا اینا چه تغییراتی میداره؟ به نظر من ما همینجور که در سال 95 پیش میریم و به انتخابات ریاست جمهوری نزدیکتر میشیم، به نظر من تشدید میشه این برخوردها، برای اینکه همین نتایج انتخابات نشون داد که جناح دیگه خودش رو آماده کرده برای اینکه یک قدرت مسلط بخواد بشه توی کشور، و خب جناح مقابل هم که آقای خامنه‌ای، محافظه‌کاران، که آقای خامنه‌ای هم رهبریشو داره، عکس العمل نشون خواهد داد. به نظر من یک جدالی خواهد بود تا جریان انتخابات، و حالا تو اگر خواستیم به مسئله انتخابات هم پس. بله، ممنونم. آیه زرافشان، شما اشاره کردیم به بحران اقتصادی که در کشور وجود داره و به نوعی همیشه تابعی از سیاست بوده. نمیشه ایران بدون اینکه مشکلش رو با دنیا حل بکنه، مشکل سرمایه‌گذاریش رو بتونه برطرف بکنه و اقتصادش از این مشکلات در بیاد. ببینید، من گمان نمی‌کنم تعامل داشتن یا نداشتن با کشورهای دیگه هم چیزی رو بتونه چندان در داخل حدی که به ساختار اقتصاد ما مربوط میشه عوض بکنه. ما از سال گذشته در رکود اقتصادی به سر می‌بریم، رکودی که با تورم همراهه، به اصطلاح استگفلیشن. رکود تورمی وضعیتی است بدخیم برای اینکه از این شرایط بیرون بیاییم. برای اینکه این شرایط تغییر کنه و جای خودش رو به رونق اقتصادی بده، به یه اقتصاد شکوفا تبدیل بشه، باید دلایلی داشته باشیم که بگیم بنا به این دلایل تغییراتی با این مضمون صورت خواهد گرفت و نتیجه این تغییرات چنین و چنان خواهد شد. چه دلایلی وجود داره که ما از رکود تورمی فعلی به یه دوره رونق برسیم؟ من چنین عواملی رو نمی‌بینم و درک نمی‌کنم. مثل چه عواملی که نیستش آقای زرافشان؟ هر وضعیتی رو تا تغییر نداده ای، همون که هست باقی خواهد ماند. ما
از این وضع وضعیت فعلیمون رو خود تورمی است. پس کسانی که فکر میکنن یا مدعی هستن که این وضعیت تبدیل خواهد شد به یه وضعیت رونق و شکوفایی، منطقا به عهده اوناست که دلایل این ادعا رو بیان کنن. البته من گفتم چون این دلایل رو نمیبینم، چشم انداز دیگری جلوم هست. دلایل خودم رو اگر فرصتی بود در مرحله بعد توضیح خواهم داد که چرا متاسفانه فکر میکنم با اطلاعات موجود خودم که چشم انداز آینده اقتصادی یک چشم انداز مثبت در آن اقتصادی نیست. همه کسانی که باشون در این زمینه صحبت میکنید به آزادی بخشی از دارایی های ایران در نتیجه تحولات یک سال گذشته و مسئله برجام صحبت میکنن که این پول بیاد ایران. بسیار خوب، برای اینکه منظورم روشن بشه من مثالی میزنم. شما یه بیمار دارید، یه بیماری سختی دارید، یه آمپول گران قیمت تقویتی هم دارید و این رو روش تزریق میکنید، بدون اینکه در سیر بیماری در معالجه بیماری آمپول تحصیل داشته باشید. این آمپول تقویتی است، ممکنه چهار روزی هم سر پاش کنه ولی بیماری باید معالجه بشه. یه نمونه عینی رو من مثال بزنم. یکی از شاخصهای رفاه عمومی اینه که نسبتی از درآمد ملی که دولت صرف آموزش پرورش، بهداشت و درمان، خدمات زیربنایی شهری، احداث بیمارستان‌ها، دانشگاه‌ها، مسائل رفاهی بازنشستگان، صندوق‌های بازنشستگی و امثال اینها می‌کنه، چه نسبتی از درآمد ملی است. این منابعی که یه دولت در اختیار داره، حالا چه مثل ایران فرض بکنید از نفت باشه، چه مالیات باشه، چه به هر حال منابعی که دولت در اختیار داره، معمولاً دو قسمت تقسیم میشه. تقریباً دو تا نیمه برابر. یه نیمه صرف آموزش و پرورش و بهداشت و درمان و اینو خدمات میشه، یه نیمه دیگه‌اش که بهش میگن درآمدهای جایگزینی و پرداختهای انتقالی، یه بخشش درآمدهای جایگزینی است، بازنشستگی و بیمه بیکاری و امثال اینها، و بخش دیگه‌اش پرداختهای انتقالی است، یعنی اون چیزایی است که دولت توی توزیع مجدد از یه خانوارهایی میگیره به یه خانوارهای دیگه میده برای بهبودشون، برای ترفیه اونها، حق تأهل، درآمد تضمین شده خانوار، خریدای تضمینی محصول. آقای زرفشان اجازه بدید من دو ارزمو تموم کنم. بفرمایید. وقتی شما 75% متوسط 75% کل درآمد دولت از منبعی است که این منبع الان به یک سوم رسیده، نفت رو دارم عرض می‌کنم. بله. خب چگونه دولت می‌خواد این کار رو بکنه؟ اون منابع هم شده یک سوم. و بنابراین دستش بسته است. من دارم مثال مشخص میزنم. اون چیزی، اون منابعی که در اختیار دولت بوده برای این شما الان بازنشستگان این آقای زرفشان فرصتمون چون کمه من برمیگردم مجددا به ادامه این بحث با شما. آقای شهرسالیس، یک کلمه وارد ادبیات سیاسی ایران شده به نام برجام که ظاهرا یک رونده و این مورد اختلاف دو جناحه. آقای خامنه‌ای به شدت اعتقاد داره که پدیده به نام برجام دو و سه وجود نداره، نخواهد داشت، ایشون اجازه نمیده. در حالی که آقای روحانی میگه که از اون چه که در برجام در واقع پیروی کردیم باید در داخل پیروی کنیم. آیا حسن روحانی موفق میشه تنش‌زدایی کنه در داخل؟ والا به نظر من یه مقدار این صحبت آقای خامنه‌ای از این نظر عجیب بود، برای اینکه صحبتی که آقای روحانی میکنه راجع به برجام دو صحبت در واقع وحدت ملی میکنه، یعنی ما بیایم صحبت بکنیم با هم دیگه، آشتی ملی و وحدت آشتی ملی میکنه، یعنی هیچ ارتباطی هم به خارج نداره. آقای خامنه‌ای مسئله که مطرح میکردن این بود که ما یک عده پیشنهاد میکنم با ما با مدل های آمریکایی مسائل داخلمون رو حل کنیم. حالا اسم گذاشتن به نظر من چندان مهم نیست، ولی بالاخره کشور با این تضادی که بین این دو جناح هستش واقعا خیلی مشکل توش کار کردن، به خصوص مسائل اقتصادی. شما میدونید سیستمی که آقای روحانی مدافعش هستش و سرچشمش هم خود آقای هاشمی هستش، اطرافیانشون اینا تمام دنبال یک اقتصاد آزاد آزاد آزاد، اقتصاد لیبرالی، دولت کوچیک هستن. شما آقای نهاوندیانی میبینین از پشت میز ریاست اتاق بازرگانی میاد میشه رئیس دفتر. ولی ما امروز در خبرها داشتیم که آقای رضایی میگه که همه چی رو واگذار کنیم به سپاه و بسیج. خب من همینو دارم میگم. پس آقای رضایی که جزء این مجموعه نیستش که
این اطرافیان آقای روحانی و سیستم فکری آقای روحانی پیاده کردن یه اقتصادی لیبرالی هستش. جناح مخالف مخالف این سیستم هستش، معتقده که باید حضور دولت چشمگیر باشه، معتقدن که روش‌های انقلابی باید بشه، معتقدن که سیستم بازار آزاد به اون نحوی که آقای روحانی میگه ارتباط سرمایه‌داری داخلی رو با سرمایه‌داری خارجی برقرار میکنه و در واقع این باعث تضعیف حکومت میشه. این استدلال البته درسته، استدلال غلطی نیستش، ولی باید دید آخر چه باید کرد برای اینکه وضعیت مملکت عوض بشه. درسته که حکومت تضعیف میشه در یه همچین پروسه، چه باید کرد نگه داریم برای پرسش کرد. بعدی آقای ظرفشان، شما از مشکلات ساختاری نام بردین. اگر که بخواین این مشکلات ساختاری رو به صورت تیتروار و بر مبنای اولویت نام ببرین، مشکلات ساختاری اقتصاد ایران چیه؟ اجازه بدید من اول این رو عرض بکنم که آنچه آقای شهرزاد گفتن به زبان خیلی روشن‌تر، حتی آقای روحانی و دوستان ایشون اجرای یک برنامه تعدیل ساختاری است از جنس برنامه تعدیل ساختاری که به توصیه نهادهای اقتصادی بین المللی مثل IMF، مثل World Bank، تو بقیه کشورهایی که میخواستن اینا رو یه جوری ملحق کنن به نظام اقتصاد بین المللی اجرا شد. و تو تمام این کشورها چنان اوضاع رو به هم، نمیدونم شما یادتون هست وضعیت آرژانتین رو در سال 2004، اون هوا رفتن پرزیدنت ادواردو دوهال و اون داستانی که به عنوان نمونه عرض میکنم، ده ها مورد مثالش هست و این راه حل ما نیست. من میخوام عرض بکنم آقای روحانی وعده مهار تورم، از بین بردن بیکاری، گرانی، رعایت حقوق مردم و وعده‌های از این قبیل دادن، اما از یه طرف واقعیت جاری و خود تجربه روزمره نشون میده که در همه این زمین‌ها بعد بدتر شده. مشخص‌ترینش گرانی، گرانی کالاهایی که مصرف روزمره دائمی کالاهای اساسی داره، و از طرف دیگه از لحاظ عقلی و منطقی و نظری هم به همچین تغییراتی باید امکانات و ابزار و دلایلی داشته باشه. میگن دست ایشون بسته است، میدون مانور ایشون محدوده. این توجیه به نظر من درست نیست، چون آقای روحانی برآمده از این سیستمه، این سیستم رو خوب میشناسه و به خوبی میدونسته که میدان مانورش تو این سیستم چقدر، قدرتش به عنوان رئیس جمهور چقدره، و بنابراین بعدهایی که میداد رو میدونست نمیتونه بهش عمل کنه. اما من میخوام اصلا موضوع رو در سطح بالاتری مطرح کنم، این مهمه. اگر در ساختار قدرت هم دست آقای روحانی کاملا باز بود، باز هم قادر به حل این مشکلات نبود، زیرا مشکلات امروز اقتصاد ایران ساختاری است و به تصمیم این و اون، به آزاد بودن یا دست بسته بودن که تو این زمینه ها بستگی نداره. و به نظر بنده حالا فرصت باشه عرض خواهم آقای ظرفشان، در واقع برنامه تعدیل ساختاری هم باز ما رو بهتر. آقای ظرفشان، آقای شهرسالس میخواستم پاسخ بدم، بفرمایید. ببینید، من با حرف آقای ظرفشان تا حدی موافق هستم. درسته که صرف تغییراتی که آقای روحانی و تیمشون در نظر دارن، یعنی جمع شدن در سیستم جهانی یا به قول آقای خامنه‌ای هضم شدن در سیستم جهانی، مشکل ما رو حل نمی‌کنه. عضویت ما در سازمان تجارت جهانی و کمک از بانک جهانی، اینها تنها مشکل ما رو حل نمی‌کنه. این درسته، ولی باید ببینیم که فرمول طرف مقابل هم چی هستش. فرمولی که طرف مقابل میده، ما حداقل در زمان آقای احمدی نژاد 8 سال این رو تجربه کردیم، دیدیم که نقدینگی سر به آسمون کشید، این سوبسیدها داده شد، این یارانه ها داده شد و تورم به 40% رسیدش. این تغییراتی که آقای ظرفشان میگن به نظر من یکی از مشکلات بزرگ اقتصادی ایران غیر اقتصادیه. اون هم چیه؟ مسئله فساده. یعنی شما تا مسئله فساد رو، این فساد سیستمیک که همه جای کشور رو فرا گرفته، حل نکنین، هیچ رفرم اقتصادی، هیچ اصلاح اقتصادی، در واقع این فسادی که مد نظر شماست بیشتر سویه سیاسی داره، درست میگم؟ بله بله، ارتباط، بله ارتباط به حوزه قدرت، قدرت داره، ولی از اون گذشته الان آقای سفیری تبدیل به یک روش زندگی شده، الان دیگه از اونجا گذشته.
اون موقعی که شما ارتباط داشتین، ارتباطاتی داشتین، از اونها میتونستین ویژه خاری کنین، رانت خاری کنین. الان گذشته، الان شما برین پیتزاتون هم بخواین سریعتر بگیرین، باید یه پولی اونجا زیرمیزی بدین تا این غذاتون رو زودتر بگیرین. یعنی این اشکال فساد اون چنان ریشه دونده تو جامعه که بدون حل این مسئله، که حالا من اتفاقا یه مقاله نوشتم راجع به این که حالا چجوری اصلا این مسئله فید. چون روشی که الان من فقط خیلی اینو کوتاه بگم خشت. روشی که الان ایران پیش گرفته اینه که با دانه درشتان مبارزه کنه، بسیار روش خوبیه، درست هم هست حتما، ولی این روش مبارزه با فساد نیست. اتفاقا روش مبارزه با فساد اینه که دنبال دانه کوچیکا و دانه ریزا باید برن. اونه که به صورت موج تو جامعه طرز فکر رو عوض میکنه. این کاری که تو امریکا شده توی جرم و جنایت در نیویورک دهه 80، بدترین شهر امریکا بود، یکی از اهمترین شهرهای امریکاست، فقط هم با جرایم کوچیک مبارزه کردن. فرصت بسیار کوتاهی داریم آقای زرفشان و آقای شهرسالس، ضمن سپاسگزاری از حضورتون در این برنامه. واقعا پس با اون چی که گفته شد، چشمانداز 95 رو اگر بخوایم که یک تیتر براش انتخاب بکنیم، یک نامگذاری بکنیم، چی باید ببینیم آقای زرفشان؟ ببینید آقای شهرسالس گفتن باید ببینیم فرمول طرف مقابل چیه. من کاملا با ایشون موافقم. من از فرمول طرف مقابل بحثی نکردم، دفاع نکردم. به همین دلیل هم در ابتدا عرض کردم از لحاظ من چشمانداز متاسفانه چشمانداز خوبی نیست، برای اینکه طرف مقابل هم فرمولی نداره، اونم امتحان کرده این. من با شهید سالس موافقم. اما علاوه بر مسئله فساد، من یه مسئله دیگه هم که بی ارتباط نیست با اتفاقا میخواستم به بحث فساد اشاره بکنم. دشواری ویژه ما در ایران اینه که اقتصاد جامعهمون به شدت گیر و در گروه ساختار سیاسی جامعه، وابسته به نظام سیاسی جامعه. اون قسمتیش هم که گفتم اقتصاد عینیست، یه نظام عینیست و به کشمکش‌های سیاسی به اون معنا ارتباط نداره، ولی اون قسمتیش هم که ارتباط داره گرفتاریست. بنابراین برای دگرگونی شرایط اقتصادی، برای مبارزه با فساد، برای کاهش فواصل طبقاتی، برای مبارزه با فقر، خواسته ناخواسته با ساختار سیاسی جامعه، با ساختار قدرت رو در رو میشه. این درسته که همه جا کما بیش ساختار سیاسی برخواسته از ساختار اقتصادی. ممنونم آقای زرفشان، ممنونم. من میخوام اجازه بدید اینو عرض کنم که یک تفاوت عمده تو ایران هست که برخلاف الگوی کلاسیک که قدرت اقتصادی قدرت سیاسی میاره، تو ایران وارونشه، قدرت سیاسی قدرت اقتصادی. ممنونم آقای زرفشان، عذرخواهی میکنم از شما چون فرصت کمه. آقای شهرسالس شما پس چی؟ من سال 95 رو تشدید اختلافات سیاسی بین دو جناح میبینم. تا زمان انتخابات ریاست جمهوری سال 96 تغییرات عمده‌ای در وضعیت اقتصادی نمیبینم. و اینکه حالا آیا مردم تو اون مقطع در اون انتخابات چه تصمیم میگیرن، آقای روحانی رو موفق میدونن یا نه، به نظر من به زمان احتیاج داره که ببینیم سال آینده چی. ممنونم آقای شهرسالس از حضورتون در این برنامه، همینطور آقای ناصر زرفشان. نظر مهمانان رو شنیدین در مورد چشمانداز سال 95. حالا از کاربران فیسبوک افقونه پرسیدیم که ایران در سال 95 رو چگونه میبینن. آیا شهروندان به ویژه جوانان ایرانی در سال 1395 چشمندازی از امید و تأمین آینده روشن پیش روی خود میبینن؟ 33% بله، 77% خیر. رقمی بسیار درشته. سپاسگزارم از اینکه بیننده برنامه افقی نو بودین. تا برنامه دیگر، درود بر شما و شب روزتون خوش.